اینجا ایران است. در این قسمت به مربع تسخیر نشدنی ایران، مکانی که ورود به آن غیر ممکن است، سفر می کنیم. یخ رو نگاه کنید، یخ باعث شده این آب یخ زده و این یخ آبه که به این صورت در اومده. آبشار رایم فوق العاده است و خیلی قشنگه و اینجا سرچشمه این که حیات میده به این دشت کویری و بسیار زیباست این منطقه. تو دل کویر همچنین آبشاری با این عظمت بسیار زیباش قطعاً ارزش چند بار اومدن و دیدن رو داره. آبشار رایم فوق العاده است. اینجا ارگ راین است، نگینی در دل کویر ایران که با مساحتی بیش از 22,000 متر مربع دومین ارگ خشتی جهان نام دارد و یادآور دوران ساسانی می باشد. ارگ راین بزرگترین ارگ خشتی جهان بعد از ارگ بم که واقعا فوق‌العاده است، یه قدمت تاریخی فوق‌العاده داره. تو رو خدا نگاه کنید، همش از این درخواست میکنم تو رو خدا اینجا نگاه کنید. ببینید این خشتی ها رو میبینید، اینا چند هزار سال پیش ساخته شده. اگه دقت کنید تاخچه ها رو نگاه کنید، چه تاخچه های قشنگی. اینا دیواره های شهره، دیواره های شهره. اینجا بخشاییه که مردم عادی میشنستن، اونجا بخش حاکمیتشه که بریم جلوتر بهتون نشون میدم به چه صورته. اینا خونه هاشون بوده یه زمانی، زمان قدیم، خیلی سالهای پیش اینجا کلی آدم زندگی میکرده و پر از رمز و راز اینجا. و اینجا رو میبینید چقدر خشتی های قشنگی اونجا چیندن. و اینجا یه ذره دقت کنید، اینجا یه اتاقیه که حالا اگر برگردیم به مدت ها سال پیش، شاید اینجا خیلی ها زندگی میکنن، شاید که نه، به قطع خیلی اینجا زندگی میکنن. و ببینید اون زمان چقدر زیبایی خونه ها واسه شون مهم بوده. تاخچه ها رو نگاه کنید و این تاخچه رو ببینید به چقدر خوشگل در آوردن، که من فکر میکنم اینجا جای اجاقشون بوده. حالا من این طور به شما نشون بدم. بله میبینید که اینجا دودکششون بوده و یه زمانی اینجا آتیش روشن میکردن واسه گرم شدن. و اینجا یه اتاقی بوده که احتمالا محل بازار بوده یا زندگی بوده. و ما قدم جایی میذاریم که هزاران سال پیش افراد اینجا زندگی میکردن و الان در این دنیا دیگه نیستن. و بریم به بخش بعدی اینجا. مخلصیم. قسمت عامه نشینش بوده اینجا و تو این ارگ تقریبا حصار بندی شده است. بعد ما بخواهم بریم تو بخش عامه نشینش، یعنی مردم عادی میشنستن داخلش. و ببینید چقدر زیبا. و اینجا قسمتیه که مردم عادی زندگی میکردن و خدمت بسیار زیادی داره اینجا. تاخچه ها رو بازم نگاه کنید و این خشتایی که میبینید چقدر زیبا روی همدیگه چینده شده و از ملوت استفاده شده واسه استحکام اینجا. اینجا نگاه کنید، بسیار زیبا چینده شده اینها. این نشان از مهندسی چند هزار ساله ایرانیانه که واقعا شگفت انگیزه. اینجا دیواره های قلعه است که از ورود مهاجمین و دزدا جلوگیری میکرده. اینجا هم باز هم همون سبک زیر دیوار رو نگاه کنید، خالیه.
و اینجا هم که برای همون آبه، اینا دستکاری نشده و از زمان قدیم بوده و اینجوری هست. و شهر رو که نگاه میکنید ارگراین بسیار زیباست، همه چیز رو نظم اینجا بر جای شغله بوده. اینجا خیلی تاخته چیز رو بوده، این دیوار قلعه است، بینش رو نگاه کنید، بینش راهه. مصالح بکار رفته در ساخت ارگ راین مشابه ارگ بم می باشد و یکی از علل شهرت ارگ راین کارگاه های صنایع فلزی آن بوده است. دیوارهاست که اونجا هم برای تیراندازی بوده. اینجا خندق و این دیوارهای بسیار قشنگش که همجور که میبینید جای رفت آمد بوده به یکی مثل راه بره قدیم شهر رو به این سمت میدیده و پوستر من هست. اینجا چقدر زیبا، چه معماری خوشگل و قشنگی داره. اینجا ببینید اینجا برای پایین رفتن. اینجا زمان قدیم آتش کرده بوده و اینجا مردم عوام میشنستن. اینجا عوام این دیوار جدا میکرده، باز هم عوام ولی خیلی خواص دیگه تو این قلعه بودن و اونجا هم که میبینید دیوارهای قلعه بوده. گفتم دوتا دیواره داره. حالا بریم نگاه کنیم. اینجا قبلا آتشکده بوده ولی بعد به زورخونه تبدیل میشه و معماری های زیباش رو نگاه کنید و سقف قشنگش و تاقچه های قشنگش و اینجا زورخونه ارگ راین و یه زمانی آتشکده بوده. حتی اینجا جای مشعل هست و اینجا خیلی ها بودن و نشستن و الان هیچ کسی و هیچ چیز خبری ازشون نیست. چهار تا باغ داره، یکی میره این ور، یکی میاد این طرف و یکی میاد این طرف و یکی هم این طرف. بریم باغاشو ببینیم. ببینید اینجا استراحتگاه حاکم زده، اینجا هم میاد که همون باغی که بهتون نشون بده. اینجا ببینید چقدر خوشگله، اینجا استراحتگاه حاکم بده. دورانی داشت اینجا. حالا من بر جای حاکم میخوام بزنم نشین من اگه یه زمانی حاکم میومد اینجا میشنست واسه خودش هلدرون بلدرون میکرد. حالا ما نشستیم اینجا و یه زمانی رعیت ها اینجا نمیتونستن بشینن. از اونجایی که ما هم رعیتیم خب یه به حال لطف بزرگی اینجا نشستن. چقدر قشنگه. قلعه راین به ارگ راین خیلی قشنگه و واقعا آدم لذت میبره وقتی اینجاست. چه بوی بدی میاد و ببخش چه بوی خوب میاد. بریم دامه. تایی از دوره ساسانیانه نزدیک به 1700 سال، 1600 تا 1700 سال قدمت داره. 150 سال قبل داری زندگی میکردن، تعداد 2500 نفرم درش زندگی میکردن. کل این مجموعه کلش 40000 متر مربعه، زیر بناش 22000 متر مربعه. خب کل مجموعه
40,000 متر زیر بناش 22,000 متر مربع، یعنی 22,000 تا ساکن بودن. آره 22 متر مربع خونه است. خونه است 40,000 کلش 22,000 متر مربع زیر بناش است. خدمت عرض کنم 16 تا برج دیدبانی داره. برج 16 بلندترین برجشه، برج مادر بهش میگن. برای سرکشی از این برج برو دیدن از این استفاده که برج مادر بشه. آفرین. این یه ورودی داره، دور تا دور خندق بوده. دور تا دور خندق. همین ورودی هم تنها ورودی باشه. خدمت این ساختمان بیرونی کل شهر این بوده. خب کشاورزیش و اینا بیرون بوده. این ساختمان بیرونی قرنطینه بهش میگفتن. یه زمان کسی میخواست وارد شهر بشه از اینجا نگرش میداشتن. حالا 72 ساعت 24 ساعت کمتر بیشتر نگرش میداشتن، مریضی چیزی نداشته میگذاشتن بیا داخل. این ورودیش اینه، میری داخل بازار. اینی که اومده این بازارش، این بازاره. میری گذرگاه اصلی، میدون، حاکم نشین، این قسمت عیار نشینه، این قسمت عام نشین. حالا به ترتیب رو شماره 25 سرباز خونش، این سرباز خونه سوپر. و اونم میدونشه، میدون اینم. این قسمت عیان نشینشه. ساختمان 18 از مباشر حاکی یا بزرگ طایفه بودن، اون ساختمان بازسازی شدن دیگه. این قسمت همینجوری به همین حالت هست. حاکم نشین 4 قسمت داره، خونه حاکم، استراحتگاه، دوتا اولی میمونخونه هاش هست. خب میمونخونه سمت چپ از داخل راه داره. آره که یه زمان حاکم و میمونه غریبی میومدن میرفتن داخل، همین از همینجا برمیگشتن. وقتی از داخل چهارسو یا هشتی بود، چهارسو یا هشتی بهش میگن، برید همه هم قرینه هم برید داخلش رو مشاهد. تناترین چیزی هست اون ساقن خونه ها که استراحتگاه تابستونی بالا چسته مشخص میشه، اون استراحتگاه تابستونشه. آره و شماره 19 کار اولی استم بوده، تغییر کاربری میام میشه 4 انبار، انبار آذوقه‌شون بوده. زمانی که اسلام میشه تغییر کاربری میشه داره توی مسجد. زمان اسلام بنا مسجد ازش استفاده میکنن. شماره 21 با 20، اون 21 20 اینا آتشکده شسته توی فرو رفتگی داخل دیوار هسته. این آتشکده، این آتشکده موقت، اون دائم میتونه، اون هسته دائمش. اون یه زمان آره زمانه که بعدها تبدیل میشه به زورخونه، مثل گود زورخونه یاد. و شماره 37 هم مکتب خونشه، اینجا مکتب خونشه. 34 باراندازه، این بهش میگن بارانداز. خدمت عرض کنم آره. شماره 30 هم این نونوایش، تنور قدیمش. با اونم اینجا تنور قدیم میگن، تنور نونوای قدیمش اینجا بوده. این قسمت هم گفتم اون قسمت عیانشی، این قسمت آنشی. این هم خلاصه، یعنی کل این مجموعه براتون توضیح دادم. امیدوارم از دیدن این قسمت لذت برده باشید. اومده بودیم ارگ راین، دومین ارگ خشتی بزرگ جهان بعد از ارگ بم که کلشو با خشت ساختن. و اینجا خندقش هم می‌بینید که اینجا خندق چنده بودن برای اینکه از هجوم مهاجمین حفاظت کنن. امیدوارم از دیدن این قسمت لذت برده باشید. سابسکرایب، نظر، کامنت یادتون نره، کانال رو اشتراک گذاری کنید تا من بتونم با قدرت زیبایی‌های کشورمون ایران رو نشون بدم، تا هر چند کوچک به مردم اینجا کمک بشه که بومگردی رونق پیدا بکنه و مردم صنایع دستیشون رو بفروشن. امیدوارم که روزی برسه که همین مردم ایران جایی نرن و بگردن تو مملکت خودشون و زیبایی های مملکت خودشون رو ببینن، چون ایران خیلی قشنگتر از این حرفاست. خیلی مخلصیم از ارگ راین، با شما خدافظی میکنم، خیلی چاکریم، خدا نگهدار.